عجیبترین پک انگلیس. امروز میخوایم دوباره با 10 میلیون تومن بهترین پک تاریخ انگلستان رو توی ای فوتبال باز کنیم و از این خود چراغ جادو اگه این ستا بازیکن فندای فودن و ساکا در بیاد کدومشون به درد میخوره. میریم سراغ پک انگلستان. این پک رو خیلی پیشنهاد میکنم بهتون داخل ویدیو میبینید چرا دارم اینو میگم و اینکه احتمالاً هر ستاشون به 103 یا 104 هر ستاشون برسن. میرسیم سراغ فودن، ما چهره زیبا ببین 5 6 تا پاس بازی میکنه. بوستش روی بال کنترل، فینیشینگ، کیکینگ پاور و فیزیکشه. شاید باورت نشه ولی کیکینگ پاور روی پستای وینگر راست، وینگر چپ، سی اف اس اس ای ام اف سی ام 8 تا پست رو ای بازی میکنه. مهارتاش لانگ رنج کرلر، از فاصله های دور میتونه خیلی خوب کات بده. لانگ رنج شوتینگ که امباپه و مارادونا دو تاشو با هم دیگه دارن، اینم دو تاشو با هم دیگه داره. فرست تایم شات، دبل تاشو اینا هم داره. و بلیتز کرلر، اینه که دارم بهتون میگم و هیچ بازیکنی نداره، فقط دو تا بازیکن دیگه داشتن. صلاح داره و سون که این مهارت رو اگر شما داشته باشین به دردتون میخوره. پشت محوطه پشت 18 کات میده، میگه چرا نمیره تو گل. اینو این داشته باشه ببین چه جوری کات میده، یارو نمیفهمه از کجا خورد گلرو. نرسیم سراغ ساکا که به نظرم این بازیکن مزخرف ترین بازیکن این پک، یعنی به درد نخور ترینی تو، ولی من نمیدونم چرا خوب بازی میکنی. وینگر راست، وینگر چپ، هافک راست، هافک چپ و دفاع چپ هم رو ای بازی میکنه. 5 تا پست و بعید میدونم هیچ کسی اینو بذاره دفاع چپ. بوست هاش روی دریبلینگش، یادم رفت اسمش چی بود، زیرش زیر دریبلینگ و اسپید و بالانسشه که ایشون لانگ رنج کرلر. چرا داره این، ببین این یه بازیکنیه که شوت ازش نخوا، این چهرهش داره داد میگه از من شوت نخوا. و اما میرسیم سراغ عشق. اصلا نفس این پک به این بسته است. آقای فنداک عزیزم دیفنسیوش، تکلش و دیفنسیو فلانش و اسپیدش بوست میشه. یه دونه پست هم بیشتر عدد بازی نمیکنه، ازش بیشتر از این انتظار نداشته باش. و اینکه این بازیکن قابلیت فورترس رو داره، یعنی یه قابلیتیه که فکر کنم بازیکنهای خیلی کمی توی دفاع دارن و کمک میکنه به بازیکنتون که خیلی بهتر دفاع بکنه. اولی میخوام با 900 تا برم. همین اول آقا چی میشه برای اولین بار تو عمرت همین اول صداشونو با هم دیگه بدی؟ قربونت برم عزیز من، این ندادی قربونت فلسطین. ای 5 ستاره داد که عذرت میخوام از شما. ای به من یه توضیح بده، این احمقو کی 5 ستاره کرده؟ من ممنونت میشم چون اصلا اینو نمیشناسم. من کی هستی تو؟ امشب آقا ول کن دیگه، ما یک بار اومدیم با انرژی تازه کارو در بیاریم، همش داری به ما انرژی منفی میدی. ایسوس فیلیپس، پدرو کیه دیگه؟ این مگه تو ولف بازی نمیکرد یا این پدرو دیگه است؟ اون پدرو که تو بارسا بود. ببین امشب میخوام آرام باشم، میخوام امشب آروم باشم ولی نمیذاری. آقا نمیخوام ببینم کیو دادی، اصلا نمیخوام ببینم کیه این. آخه 80 مگه 5 ستاره میشه؟ سردار آزمون 80 نه تا 90 هم میرسه، 5 ستاره نیست 4. آقا 900 من فقط امشب 900 باز میکنم، میخوام ببینم تا این 900 یا چی میشه به کجا میرسه. اصلا برو برس به فنداک. فنداک بده، اون دو تا رو ندادی ندیده، اصلا اونا رو نمیخوام، فقط فنداک بده من برم. کولوسفسکی به چه درد من میخوره؟ این کنار رونالدو هم بازی میکرد آدم حسابش نمیکرد رونالدو. امشب تا این 900 رو بعد در بیارم، تا این 900 این فوتبال رو بعد در بیارم، ببینم ته این به کجا میرسه. به قرآن همه رو 900 باز میکنم من. یا حضرت عباس به خدا قسم دادی یا تو رو جان هر کی، ساکا رو دادی بارکلا، ته این 900 به جای خوبی قد میشه. ساکای اچ پاراسی بودی من چرا فکر میکردم پا چپیه. بابا ساکای عزیز، یه دونه این شوتایی که ای داری اینجا میزنی و عمرن تو گیم بزنی، من میدونم دیگه. روی ریتینگ دی به قرآن اگه این پکو باز من به خدا نمیدونستم اگه نباز نمیکردم. ببین اینجا گفته واسه اینکه به 103 برسه یا 104 برسه 4 تا اولی رو بده، 4 تا دومی رو بده، 12 تا این، 10 تا این، 8 تا این. با بوستش میشه 99. خاکتون سرت کنم با این. و الان اگر ساکا رو برداریم بیاریم به جای نیمار، برد دادیم و میشه 103. خاکتون سر ای فوتبال، چرا این 104 بشه؟ چی داری حالا؟ دریبلینگ 99 عمرن دیر یه دونه بزنی، اکسلریشن 96، اسپید 91. دیدی با این کارت دی هم هستی. اوه بابا بدن نو همه رو امشب 900 باز میکنه. چرا ما آخه ساکا رو گرفتیم؟ آخه ساکا کدوم آدم عاقلی ساکا رو میگیره؟ میذاره تو تیمش اصلا. نیمار رو انداختم بیرون، ساکا رو گذاشتم توی آلوارز بی طرفو داد بهمون. خودتو کنترل کن. میدونم که این دو آخرش الان اپیکه، این داره الان سبزشون میده، یعنی اون که ما میخوایم نیست. اصلا مشکلی نداره. کوتینیو بده. نمیدونم هر کسی که کوین ایبروینه اصلا بده، این کیه؟ این بیشتر شبیه نیکولا تسلاست که همه رو 900 میذارم. میخوام ببینم چه غلطی میکنی. میدی اینو میدی. ببین خدایا این باگ باشه، خدایا این باگ باشه. رفتیم تو ورزشگاه همه جا رنگ و رنگ میشه. کاکاه کاکا که دروازه با چی دارم میگم امشب او سیاه. چرا چی اولی مره دارم اینجا رو اینجوری میبینم؟ به قرآن اولی مره دارم اون بالا رو سیاه میبینم. داد فندای که خدای شکر. چرا خوش خدا خاموش شد آقا؟ چرا چه بازی فوت فنداک عزیز، فنداک جان، عزیز دل منی فنداک جان، قربونت برم. خوش
راستی اومدی فیکس تیمی دوباره میخوای وای 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 دوتاشو با هم داد باورم نمیشه گفتم مسکی نمیشه هیچ وقت گفتم به خدا مسکی نمیشه دوتاشو با هم داد توی پک اوپنینگا من اینقدر کوین سیو نکرده بودم به خدا دارم میگم همه رو 900 باز کردم خب ببینید فنداک رو میخواین ارتقا بدین این سه تا عکس که واسه تو روی صفحه گذاشتم فقط فنداک به یک مدل به 104 میرسه اونم باید شما جابی آلانسو یا سرمربی فرانسه رو داشته باشین 14 تا به این فکر کنم 8 تا به این 4 تا به این 4 تا هم به این الان اگر فنداک بیاد تو به جای این برد دادیم ولی چند میشه 104 بار کلاله بلا الکساندر جان گل تو بیرون فنداک تکلینگ 100 دیفنسیف ها 99 95 فیزیک 98 اکسلریشن و اسپیدش میره بالا ولی لول اپ فودن من الان اینجا که دارم میبینم تا 103 بیشتر نمیره دو تا حالت داره 103 میره و یک حالت داره 101 میرسه اون حالتی که 101 میرسه کرلش به شدت میره بالا و من میخوام همون 101 رو بکنم میگه 12 تا به شوتش بده 3 تا به این بده 6 تا به این بده 8 تا به این بده 11 تا به این بده ولی این رو شما وقتی به 101 میرسونی همیشه اوورال مهم نیست داداش کرل این بازیکن خیلی مهمتره شما باید کرلش رو مثل الان فینیشینگش 97 کرلش شده 90 اگه برسونیش به 103 کرلش میشه 80 خورده ای 81 به دردت نمیخوره حالا با ترکیبی که از فودن ساکا و فنداک چیدیم مثلا بازی اول میرم اولین حریف کی میشه یک یا ابلفس 3099 این از ترکیب ما ترکیب حریف یا ابلفس یا خود خدای سرعت خدا ای نخوریم ها بده من با پدر سوخت ای وای سو میرسونه اونجا این کیه این دوناروماه نه این دوناروما دروازه است آهان یک کات وای بلیت کرلر که دارم بتونم این بود فنداش یه هد زیبا رو اونجا میزنه حالا اونجا پاس رو میرسونم به فیل فودن عزیز فیل فودن عزیز اونجا باید ارسال رو بکنه برای ساکای عزیز دل به وسط خاکتون سرس پاس رو به عقب تر میاره اونجا روبرتو کارلوس ارسالشو انجام میده روی سر کی آخه روی سر کی همونو شد ارسال مارادونا روی تیر اول فودن احمق من نمیدونم بقیه بازیکنامون چه گویی دارن میخورن تو دفعه بی شرفه بی پدر گم شو بیرون بابا برو گم شو دیگه آخه بی شو بنداش بگیریش ها بنداش با عاشق نفس حتما من میذارم بریم پروفیل فودن تو رو قرآن سرعت کن میخوام اینجا بندک بزن امافه برو های ماردونا ببین کاشته فودن بده بزنه فودن بده بزنه اینکه ساکا بده جلو درد بین دو نیمه ترجیح دادم که جای رونالدو امباپه رو عوض کنم و امباپه یکم بیاد عقب‌تر. برو فودن تو رو اجداد پدریت برو فودن. کاتو بده. وای. اگه تا اینجا این ویدیو رو دیدین حتما ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال فراموش نشه تا پروژه تیر مازوتر بیاد. بالا. برو کلا ساکا. خود گوابت برو. فودن فیل فودن. یه سر توپ. یه هکسل عمل قشنگ. یه دونه شوت بابا باید بره تو گل اینا. فنداش یه زیبا اونجا میزنه فیل فودن نمیدونم وسط داره چه گویی میخوره اونجا پاس رو میده فودن به امباپه امباپه پاسشو میده خود امباپه حرکت میکنه رو به داخل فودن کاتشو میده اونجا فودن برو دیگه برو تو چارچوب دیگه وای وای فودن شوت کن باری کلا گفتم من کنر میزنم پاس رو میرسونم به ساکا سرعت بالایی باید داشته باشه این بازیکن کودن ببینیم میرسخواد ارسال بکنه روی تیر دوم یا چی ارسال به کلیان امباپه استوبش میکنه شوت امباپه توی دروازه است امباپه داره عقب‌تر حرکت میکنه ارسال واسه امباپه پس یا چی ببین گاوی تو پاس کریستیانو رونالدو دروازه خالیه رونالدو شوتش گل نمیشه ساکا رو بعد راه بندازیم ساکا سرعت بالایی داره امباپه داره میره توی آب اگر آفساید نباشه امباپه به توپ میرسه امباپه مارادونا رو بر بیرون گولیس بیاد تو من ببینم چه غلطی من بعد برو فودن کاتو تو بده تو چارچوب احمق بزن بره دمت گرم دقایق آخر بازی میرسیم فقط یک امتیاز با هم دیگه فاصله داریم فنداک توپ رو در میاره به رونالدو میرسونه رونالدو به ساکا
ساکا توپ رو میگیره، رونالدو بعد را بندازه اونجا، رونالدو حرکت قشنگشو انجام داده به فیل فودن، توپ میرسه اونجا فودن و تمام. کامبک میزنیم با درخشش کلین نمیوف، این بازی کامبک میزنیم و سه بردو میبریم و سه امتیاز به دست میاریم. پس ترجیح دادیم این بار هم جای رونالدو و امباپه رو عوض کنیم و امباپه رو یک مقدار به عقب تر بیاریم. حالا به سمت بازی دوم میرویم و اما حریف دوم لیبرن سه آقای یابومبا و اما ترکیب حریف بر اون پدر پلیر قدیمیه ای. پاسو بده وسط، آها مارادونا، شوت کن مارادونا آخریه، ما میتونیم به گل برسیم. فودن ارسالش سر مارادونا، فندک مستقیما میره تو پای یارو، نمیتونیم تو پای یارو رو بگیریم، باید بگیریم جلوشو. فندک خودت باید بگیریشا. فندک غلطی بکن، سرعت بالا میخوام. اوه فودن بزن، فودن بزن شوت رو. ماشاءالله فندک، آ ماشاءالله فندک، بزن گلش دیگه. پاس زیبا حالا کیلیان امباپه به وسط میزنه، خود امباپه شوت، بابا بزنید تو چارچوب مگه میشه؟ بارو کلا فندک، مارادونا شوت کن بابا ول کنین. پنالتیه، به خدا پنالتیه، دعوت کرد. من میخوام مستقیم بزنم اینجا، چقدر بعدم داریم میزنیم اینجا. ببین گلچه، خواهش میکنم گلچه، فودن چلو عب بزن بره تو گل خواهش بره تو گل. پوره کلا چه زیر تاقی زد پدر سخته. فندک بگیرش، فندک از اونجایی که به فودن داشت کم توپ میرسید ترجیح دادیم که فودن رو به گوشه تر ببریم تا شاید بتونیم باهاش بیشتر گل بزنیم. فودن چند نفر پشت سر هم دیریب میکنه، اگر کودن نبودی را الان گل زده بودیم ما. فودن گل میخوام ازت. وای مگه میشه اینو در بیاری؟ فودن از همونجا شوته چون میزنه، چرا نمیره؟ ساکا فودن از همونجا دیگه باید کاتو بده، دیگه باید دلت گل. بابا خاک تو سرت، خدای خاک تو سرت. اندک تو چرا میای اینقدر گوشه؟ آبرو کلا عزیز منی، بده بهش. فودن بزن گلشا بی پدر. فندک بگیرونو. وای قطریه، بزنیم بره. فودن به سمت وسط میاره، فودن از همونجا کاتشون میده، فودن میره تو گل یا نه؟ یه گل نزد، 100 تا شوت کردیم باش، 100 تا شوت رونالدو میگه 10 تا گل زده بود. بازی بعدی هم یک برش میبریم و ازش 3 امتیاز به دست میاریم. پس ترکیب اونو همونجوری چیدیم و به سمت بازی آخر میرویم و ما حریف سوم لیبرن دو آقای نو مرسی و ما ترکیب حریف چیز بده. فودن رفت، اوف جانم پاس. فودن بازو میندازونه به کلیان امباپه، باز سرعتشو برسونه به اونجا. قاکتون بگی شوت کن. نزنش آقا، خیلی خطریه. زمینی زد، آبرو کلا برگرد. آها شوتش کن. بابا مگه میشه گلش؟ بزن مارادونا. نره اونو بگی، فندک اونو بگیر. خطا نبودا، برو کنار، کات تو بده بره تو گل دیگه. خودم برو را بندازم با پرو. امباپه برو سرعت از بالا امباپه، شوت کن. تیر دو. وا شوت کن. باریکلا اعتماد داشتم بهت، یقین داشتم بهت، گفتم آخر این پاس واسه امتحان بکنم. خدا شکره. یا آقا سرعت تو نگو، سرعت اون میشرف نه کن، اصلا ساکا سرعت نداره. فنداش ببین اینو تو نگیری دیگه من باز قهرمم. فنداش بگیر. جون عزیز منی حتما من میذارم شوت کنی، حتما. او وضعیت خطرناک شد. الان تو فکر میکنی واقعا فنداک رد میشی؟ فنداک بگیرش. ای فنداک لیز نخور اصلا. فودن بده بهش. بده این بر. آها فیل فودن یه پاس زیبا رو میندازه اونجا. حالا امباپه داره حرکت میکنه، پاس به کلیان امباپه، تیر اون بر بزنه گله. میدونم بابا، پیش بینی دارم میکنم، تو بهش نرسیده میگم کجا بزنه گله. بابی وای نمیزنه خودش. قشنگ آفساید رو باز کردیم. آه باشه به فندک، عشقم فندک، جانم فندک، بده جلو فندک، بزن بره جان جد. آقا اینو نگرد، وسط رو نگرد. بگیرینش، بزن رونالدو دیگه، این گوه نخور دیگه، از این گوه نخور. آسود رونالدو، خود رونالدو حرکت کنه اونجا، فیل فودن نیستش اونجا. پاس اون میگه کلیان امباپه، شوتشو میزنه امباپه، تموم گل بعدی. ویرجیل فنداک اونجا توپ گیری میتونه انجام بده، تک دست در میاره پدر جنگ. امباپه برو پاسه فیل فودن به کلیان امباپه، سرعت بالایی میتونه داشته باشه کلیان امباپه، اگر بره رونالدو بعد برسه. رونالدو ارسال واسش روی تیر دوم، رونالدو بزن بره توی گل. فنداک بگیرش، مسیو بگیر، نزو بزنه. فنداک مقابل لیونل مسی توپشو میگیره.
دوباره خود فنداک تو اثرگذاری مستقیمش رو انجام میده. فنداک نباید بوده که این توپ تبدیل بشه واسه این موقعیت به اونا. فنداک برمیگره به جوری فنداک دوباره نمیذاره این کار انجام و تمام. با درخشش رونالدو از بازی آخرم 3 امتیاز به دست میاریم. این پک انگلستان خیلی خوبه و جزء یکی از کامل ترین پک هایی که میتونین بگیرین. اگه واسش کنجم کردین حتما بگیرین، اما اگه کنجم نکردین نیازی به خریدن این کارت ها نیست، چون نهایت 30% این کارت ها از کارت های بیس بهتره. پس خودتون نگران نکنید.